سفالی که تنها یک کوزه نیست. روکش طلایی و نقش و نگار حک شده بر آن نشان از اثر باستانی دارد. مینیاتور مکتب تیموریان آن قدمت بیشتر از 600 ساله این اثر را به رخ می کشد. این اثر حالا در گوشه یکی از مغازه‌های هرات خاک می خورد. تا ادعاهای وجود ده ها اثر باستانی با قدمت بیشتر از 1000 سال در بازار عتیق فروشان هرات را قوت ببخشد. اصل تا به 1400 سال تا 2000 سال مال انتیگ است. به دلیل از اینکه بعضی یا سر پریده یا درز داره فرسوده شده بعضی. طبعا اگه دولت هم خریداری نکنه همین جنس به هر طریقی بشه خارج از کشور میره و استفاده از این خریجی و کشور همسایه میکنه. قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان خرید و فروش آثار با بیش از 100 سال قدامت را ممنوع کرده و تنها شبیه این آثار باید به فروش برسد. عتیق فروشان هرات میگویند با اهدای برخی از آثار به موزه این ولایت حسن نیتشان برای اجرای قوانین را نشان دادند. اما توقعشان خریداری این آثار از سوی دولت به منظور برپا ماندن این حرفه است. اثر ما داخل همین وطن 3000 ساله دیدم، 2500 سال اخمانشاه را دیدیم، بخره را دیدیم، ولی بازار پیلن باید دولت که کار را بکنه، دولت باید این مردم را سپورت کنه، اگر نکنه دولت بخره. در ارتباط به آثاری که در برخی از دکانهای انتیک فروشان هرات فروخته میشه، ما باید تصدیق کنم که به این عنوان اجازه نمیدیم ما که آثار تاریخی در اونجا فروش برسه. همکارای ما هفتوار در اونجا کنترل دارن و قانون میراث فرهنگی افغانستان در این مورد وضاحت کامل دارد. از جنگ افزارها تا سفالها و سنگهای کمیاب، قفسه هایی که تاریخ این شهر را به تصویر می کشد، حاصل کار آنهایی که در مخروبه ها آثار باستانی جستجو می کنند را تنها با سر زدن به این بازار می توان پیدا کرد. بازاری که همواره مورد توجه توریست های کشورهای همسایه و اروپایی بوده است. عتیق فروشان هرات مدعی‌اند که قدامت تاریخی برخی آثار موجود در این بازار نسبت به آثاری که در موزیم هرات نگهداری میشه بیشتر است، اما با این تفاوت که این اشیای قیمتی که بخشی از تاریخ و تمدن این شهر است خریداری کرد. هرچند که سیمای لوکس موزه هرات چشمگیر است، اما در ساختان به تناسب تعداد آثار و وسعت موزه توجه نشده است. فضای موزه فقط برای نمایش 474 اثر جا دارد و بیش از 3000 اثر باستانی در انبار نگهداری می شود. دومین موزه بزرگ افغانستان حتی لابراتوار فعال که جز ضروری هر موزه است را ندارد، اما در عوض آثاری از دوره حکومت باختریان تا تیموریان و با قدامت بیش از 6000 سال را در خود جای داده، آثاری که چشمها را خیره می کند. اما آنچه باستانشناسان هرات را نگران کرده نبود موزه با قد و قامت و تداوم قاچاق تمدن و فرهنگ این شهر است. حسیب الله مستنصر، ایران اینترنشنال، هرات.